قطعا چنین انسانی تو بعضی از محیط اجتماعی ما احترامش از بقیه بالاتره این البته انحرافی است که حاکمان ما رقم زدن چون مردم به دین ملوکشونن اگر بود زندگی رجایی منش و ساده زیستی و زی طلبگی مورد نظر امام راحل در 16 سال بعد از دفاع مقدس نباید جامعه مادرش ارزش های دین مدار جاشو میداد به رفاه طلبی و زرق و برق پرستی همه با هم مقصرن هیچ کس هم اینجا مستثنا نیست لذا انحرافی که در نظام به وجود اومده اینه امروز در نظام ما اگر قیمت نفت بیاد پایین جامعه ما متلاشی میشه اگر دلار و یورو پوند و طلا نوسان پیدا کنه نبض حکومت و جامعه ما دستخوش تغییرات و تحول میشه ایمان مردم اگر بالا پایین بشود هیچ تغییری در ساختار حکومت و جامعه به وجود نمیاد لذا اولین ای که باید تغییر کنه در طراحی ساختار جامعه مدنی به جامعه هجری و مهدوی این کلم است باید معیارهای کمی تولید بشه هر شب به مردم گزارش داده بشه گزارش از بازار بورس از بازار نفت از بازار طلا همینجوری گزارش داده بشه سرمایه معنوی مردم چقدر نوسان داشته بالا و پایین رفته و مواردی از این دست یعنی هرگاه دیدید نفت میاد پایین یا میره بالا حکومت ها دست خوش تغییر میشن یه شاهی عطسه میکنه تو کشورهای عربی نفت میره بالا رئیس جمهور آمریکا در واقع خواب میمونه فردا صبح قیمت نفت میاد پایین این وضعیتی است که وجود داره طبیعتا تاثیرش رو جامعه ما هم میگذاره اگر توانستیم جامعه ای طراحی کنیم حکومتی طراحی کنیم که معیار بقا و دوام اون نوسان ایمان مردم بود اینجا به حقیقت مسئله دست پیدا کردیم در غیر این صورت آش همون آش و کاسم هم همون کاس است لذا مبانی سرمایداری در حکومت دینی و در جامعه مهدوی اینه که اول مردم به عنوان سرمایه معنوی سرمایه مادی در مقابل بیل گیتز، ما فهمیده همت باکری امروز مثلا آیت الله العظمى بهجت این فرد سرمایه است برای جامعه و حکومت چرا چون اولا مؤمنه ایمان داره ثانیا تولید ایمان میکنه یعنی در دیگران برای دیگران و در دیگران تولید ایمان میکنه ما به ازای کارکتری مثل بیل گیتس که همه میروند تا مثل اون بشوند اینجا شدن از حیث سیرورت مؤمن شدن نمونه عینی و بارزش بزرگان دینی ما خب پس اینکه کسی ایمان داشته باشه ابتدا به ساکن سرمایه است حالا دانشجوی پیش ما میاد آقا مشکلات داریم توی جامعه میگم چه مشکلاتی داری نگاه کنید این دوستمون پژو 206 سوار میشه موبایلش هم که دو میلیون تومن قیمتشه دوست دخترش جلو در دانشگاه سوار میکنه میره این خیلی چیزا داره متوجهش نیست فقط چشمش به اون روبنای مادی که دوستش داره یک پژو 206 یک موبایل اما نمیداند که خانواده دارد و این خانواده قیمتش و ارزشش در ساختار طرز استراتژیک بسیار بسیار زیاده فرانسیس فوکویاما استراتژیست ارشد این آمریکایی ها که ژاپنی اصله 1379 کتابش اینجا ترجمه شد پایان نظمش که معتقد سرمایه اجتماعی غرب و به ویژه آمریکا پاشیده شده و از بین رفته خانواده در غرب وجود نداره خب بزرگترین و قنیترین ثروت برای ملت داشتن سرمایه اجتماعیه خب این جوان خانواده داره قدرش رو نمیدونه علم داره قدرش رو نمیدونه از همه مهمتر ایمان رو قدرشو نمیدونه چشمش به زواهری مثل اتومبیل البته این بلا رو باز هم مسئولین سر مردم و جوانا آوردن علیرغم رغم اینکه تاکید میکنن آقا نیشدار نگویید اما من شرمنده ام متاسفانه مسئولین کشور چنان جهت انحرافی به حرکت ها دادن چنان رفاه طلبی رو نهادینه کردن که این رفاه طلبی دوستان این برنامه نگفتن و عموما به ما میگن میگن آقا شأن علمی بحثاتونو نیارید پایین آقا شأن علمی بحثمون به همینه که خلاصه ما میگیم لا اله الا الله نیست خدایی جز الله اون غیر الله ها رو که باید از صحنه دفع کنیم تا جا برای الله باز بشه لذا از این منظر و جهت ما باید توجه بدیم به دانش آموز و دانشجو و آهاد جامعه که آقا خانواده دارید عظیمترین سرمایه است ایمان دارید عظیمترین سرمایه است مهم نیست که روکار منزل و خونه آیت الله الازما بهجت سنگ گرانیت مدل فلان نیست ماشینش زانتیاب و مثلا ماکسیمانیست مهم اینه که قلبی آکنده از ایمان داره لذا زیرساخت میشه ایمان سرمایه علمی لایه دوم مبتنی بر ایمان میفرماد الحکمت و زالت و مؤمن پیانبر ما فرمودن میفرماد که حکمت گمشده مؤمنه نفرمود فرمود و زالت الناس ناس هم گمشده همه مردمه پس اول باید مؤمن بود تا گم شده ای داشت به نام حکمت لذا اونجا افراد میشوند حکیم اما توی محیط دانشگاهی ما میشوند دکتر یعنی علمی دارن که بهش باور ندارن همونی که در تقریبات نماز ظهر است میگیم خدایا پنامی برم به تو من علم لا ینفع سرمایه سوم سرمایه اجتماعی است خانواده که تشکیل میشه ریشه در اون علم و در اون ایمان داره لذا یک خانواده الهی است حالا سرمایه مادی روبناست بود و نبودش زیاد تاثیر نداره پس این دو مدل جامعه جامعه مدنی و جامعه مهدوی هم دیدیم که از زیر ساخت طرح استراتژیک قرآن برای تحقق اون کامل و جامعه فقط باید آرام آرام ما علنی کنیم حرفامونو اما اصل بحث ما که بحث مدل جامعه مدل زندگی است امریکن لایف استایل یا استیل زندگی انسان آمریکایی متغیرش لفظی است در فرانسه به نام لسسفر یا لسفر لسفر فر لفظ ترجمه تحت و لفظیش در فرانسه میشه فضولی نکن میشه به شما هیچ ربطی نداره در آمریکا میگن ولش کن این کلمه لسفر در شرایط اصل روشنگری انقلاب فرانسه و بعد از اون تا به الان در علوم سیاسی در جامعه شناسی در فلسفه در سیاست و اقتصاد و مدیریت یک کلمه مبنایی است شما اگر الان به پارادایم اومانیزم که خدمتتون هست توجه بفرمایید قلب پارادایم اومانیزم یک کلمه است به نام لسفر لسفر فرایندی رو رقم میزنه همین که میگه در واقع شما دخالت نکنید شنیدید میگن آقا به حریم خصوصی افراد دخالت نکنید این کلمه معدبانه یه جمله معدبانه برای کلمه لسفر میگه که اصطلاح آمریکایی ها ترجمه میکنن برای لسفر میگن که ولش کن چی؟ گفته این کار حرامه بهش نزدیک نشو ولش کن این کار واجبه باید انجام بدی روزه گرفتن کتب علیکم و سیام ولش کن این ولشگون از هر چیزی که قیود ایجاد میکنه یعنی این قیدها رو آزاد کردن قلب استیل زندگی انسان آمریکایی اینه لسفر و اون تعلیم و تربیتی که در مدارس و خانواده ها و رسانه های خودمون هم داره انجام میشه همینه مگه ندیدید کارشناسان تربیتی که اکثرشون روانشناسی لیبرالی رو خوندن میان مدام در تلویزیون در مدارس و مشاورهایی که به خانواده ها میدن میگن مراقب باشید به کودکان این رو نگویید این رو نگویید به کودک تا هفت سالگی که هیچی نگیم ولش کن نوجوانی هم که هیچی نگیم وقتی میخواد جوان بشم که تو سن بحرانه بازم هیچی بهش نگیم جوانم که شد آقا چیزی نگید فردا رأیشو از دست میدیم میخواد بیاد پای صندوقای رأی از رأی اولی تا رأی دومی میان سالم که شد که دیگه خودش حالا باید به بچهش چیزی بگه که دیگه زورش نمیرسه پس به این انسان کی باید چیزی گفت مفهوم لسفر یعنی بگذار هر چه میخواهد انجام دهد این معنای فلسفی اون هست البته الان در تئوری اقتصادی زیاد لسفر رو مطرح میکنم میگن آقا بگذارید اقتصاد ساز و کارش رو رقم بزنه جامعه هر چیزی رو خواست خود به خود تولید کننده براش به وجود میاد اون تولید کننده بده دست جامعه سرمایهش رو رقم بزنه اقتصاد بازار آزاد قلبش لسفره کلمه لسفر و مفاهیمی مثل این دست در کتب جامعه شناسی، کتب اقتصاد، کتب سیاست و کتب فلسفی تفسیر زیادی داره دوستان میتونن خودشون مراجعه کنن منشأ زندگی آمریکایی <applause> کلمه لسفره در مقابلش در قرآن کلمه مبنایی تقواست من توفیق دارم نزدیک ده سالی که روی دکترین های قرآن کار میکنم از هر راهی ما هر دکترین قرآن رو بررسی کردیم از هر راهی که مهندسی کردیم مهندسی سیستمی رسیدیم به تقوا